خب سلام دوستان، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه. خب قطعاً از حادثه تروریستی جدیدی که توی نیوزیلند به وجود اومده با خبریم. یه نکته‌ای رو راجع به این حمله است میخوام بهتون بگم که خیلی جالبه. خب این شخصی که این جنایت رو مرتکب شده بود توی یادداشتی که در رابطه با این حمله خودش نوشته بود که این کار مثل یک الهامی بود که به من شده بود و من باید حتما این کارو انجام میدادم و چند سال طول کشید که تا این کارو انجام بده و این نقشه خودش رو عملی کنه. و مهمترین جای بحث هم همینجاست. خب این الهام یا همون نجوای شیطانی مسلماً از سمت شیطان بوده که به این شخص داده می‌شده و توی مدت چند سال انقدر قوی و نیرومند شده بوده که این شخص این کار انجام میده. شخصی که قبلا مربی چند تا باشگاه بود و خیلی از جاهای دنیا رو دیده بوده. دوستان دقت کنید، بازم میگم این الهامی که به این شخص شده قطعاً از سمت شیطان بوده و حتما میدونید که این الهامات شیطانی برای همه ما آدم‌ها هست، هم الهامات شیطانی و هم الهاماتی که از سمت خدا هستن. و این فقط بستگی به ما داره که به کدوم صدای الهام درونمون بیشتر توجه کنیم، صدای خدا یا صدای شیطان. در گوشهاشون ایده هایی و سمسمه کردم برای فرم. به هر کدوم که بیشتر توجه کنیم اون صدا برای ما قویتر و بلندتر میشه و این الهامات و این صداها در درون تک تک ما آدم ها هست، از بزرگترین سیاستمداران جهان بگیر تا من و شما و همه ما آدم ها. و اصلا هم هیچ ربطی به دین و نژاد و مذهب ما آدم ها نداره. این یک قانون در جهان هستی که برای همه ما هست. شیطان وظیفه‌اش اینه که بیاد نقاط منفی و بدی‌های هر چیزی رو برامون بزرگتر کنه و بزرگتر جلوه بده. و این دست ماست که بهش توجه کنیم یا نه. شما مطمئن باشید که این شخصی که این جنایت انجام داده و کسایی که پشت این جنایت بودن بیشتر گرفتار نجوای شیطانی بودن. و اگه این شخص و این کسایی که پشت این داستان بودن توجه خودشون رو به زیبایی‌های این دنیا و به زیبایی‌ها و خوبی‌های آدم‌ها می‌ذاشتن، مسلماً این کارو نمی‌کردن که هیچ خیلی از کارهای خیرخواهانه رو برای دنیا انجام می‌دادن. اما شیطان این موضوع انقدر براش بزرگ کرده بود و براش بزرگ به جلوش آورده بود که دست به چنین کاری زد این شخص. و این دقیقاً همون روشی که شیطان ازش استفاده میکنه. دیگه خدا تو قرآن چند بار بگه که شیطان دشمن آشکار ما آدم هاست. به این دنیا نگاه کن، انسان ها این کارو کردن نه من. آنها زشتن و پر از کینه، ضعیفن. تمام چیزایی که گفتی هستن، اما خیلی بیشتر از این. دروغه. ما باید راجع به همه چیز توجه و حواسمون رو به خوبیاش بذاریم. فقط باید به خوبیای هر چیزی توجه کنیم. اول از خودمون شروع کنیم. اصلا من اینا رو برای خودم میگم. دوستان بیایم فقط زیبایی ها و خوبیای هم دیگر رو ببینیم. فقط زیبایی ها و خوبی ها، چون فقط زیبایی ها و خوبی ها هستن که مهمن. مگه یک انسان چطور خودکشی میکنه؟ شیطان یک سری مشکلات رو براش انقدر بزرگ جلوه میده و نقاط منفی و بد زندگیشو براش بزرگ جلوه میده که در نهایت این شخص اینو باور میکنه و خودشو میکشه، فقط با توجه کردن به نقاط منفی زندگیش که این اتفاق میفته. ما باید حواسمون باشه که داریم به حرف کی گوش میدیم، به الهامات خدا یا الهامات شیطانی خودمون. همین الان که داری این فیلمو میبینی بهش توجه کن، بهش فکر کن. خدا با همه ما آدما حرف میزنه به صورت الهامات. همیشه داره با قلب ما خدا حرف میزنه. امیدوارم همیشه صدای الهامات خدا برای همه ما صدای قوی تری باشه. اما اگه احساس میکنیم که صدای الهامات خدا توی دل ما ضعیفه، یعنی موقعش اینه که باید تغییر کنیم. بیشتر به خوبیای خودمون توجه کنیم. بیشتر به خوبیای آدمای اطرافمون توجه کنیم. بیشتر زیبایی‌های این جهان رو ببینیم و بیشتر خدا رو شکر کنیم. واقعا راه نجات همه ما آدما همینه. به این حادثه تروریستی فکر کنید، ازش درس بگیریم، از همه اتفاقات و همه جنگایی که توی دنیا هست درس بگیریم. اینا همه برای ما درس دارن و مطمئن باشید هر اتفاق بدی که داره توی دنیا میفته از توجه کردن به نکات منفی و بدی هاست. بیاین بیشتر خوب باشیم. دوستان تنها راه نجات ما آدم ها فقط همینه. ازتون میخوام این فیلمو چندین بار نگاه کنید و بیشتر روش فکر کنید. ممنون که این فیلمو نگاه کردید. دوستان لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله بزنید تا از فیلم‌های بعدی مطلع بشید. فعلا خدا نگهدار. مسئله لیاقت نیست، مسئله چیزیه که باورش داری و من عشق و باور دارم.